این چهره سنجر احمدی بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان هست و در کارهای روزمره تان هم موفق بوده باشید. سر از این لحظه بازی آغاز شد با دستور داور عرب این دیدار و تیم ملی فوتبال افغانستان را شما با پیراهن‌های سرخ رنگ از سمت چپ بر از سمت راست گیرنده‌های تصویری شما توپ خواهند زد و همچنین تیم ملی فوتبال لاوس با پیراهن‌های یک دست سفید رنگ از سمت راست به سمت چپ لاوس آسانی بلند در اون حقه جریمه بزن سنجر توپ در درون دروازه و گل نخست. نه 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 و حالا جوانترین بازیکنان تیم ملی افتخار پوشیدن پیراهن پر افتخار تیم ملی فوتبال افغانستان را پیدا کردند. اسلام یک ارسال خوب بزن ضربه قطع و حالا درون دروازه که توپ جای نگرفت. آفرین به تیم ملی فوتبال افغانستان. این هم تماشاگرانی که رفته رفته به تعداد آنها در ورزشگاه اضافه میشه و امیدوار هستیم که تیم ملی فوتبال افغانستان از حضور تشکر کنه. بلال آرزو بر روی خط دفاعی لاوس کارشه دفاع ضعیفی داره. بت سنجر احمدی پاس رود داد اما گل نشد. موقع برگشت داد خطا بر روی جلال خطا بر روی جلال. عجب داوریست این داور عرب خطا را به سود تیم ملی فوتبال لاوس گرفت در حالی که بازیکن ما سوار بر توپ بود. بازیکن تیم ملی فوتبال لاوس را ببینید با دست خود کاملا کشید جلال شریعتیار، هرچند که جلال شریعتیار هم لحظه‌ای هم ما را فریب داد و هم میلیون ها بیننده را. سمت چپ خط دفاعی لاوس بر روی حملات ما باشدنی یک اشتباه و دروازه ما که باز شد و دروازه تیم ملی فوتبال افغانستان در دقیقه 29 بازی توسط بازیکن شماره 25 باز میشد. حالا از هم افراد چیز دیگری بود. و جناب علیزاده به همین سادگی ما یک گل دریافت کردیم. البته امیدوار هستیم با بازی خوب افغانستان بتونیم در دقایق پایانی این گل را جبران کنیم. این چهره مصطفی حدید هست. ما دو موقعیت خیلی خطرناک که اولین موقعیت این بود را در همین چند ثانیه قبل به خیر گذشتاندیم. امیدوار هستیم که تیم ملی فوتبال افغانستان که بر روی ارسال از کناره ها خیلی در خط دفاع در دو بازی گذاشتن مشکل داشت فکری در به حال این مشکل خود سنجیده باشه در این یکی درست ارسال منصور فقیریار که میتونست به دستان خود جمع کنه خوب دور نکرد پنالتی نشه این حرکت که نشد خوشبختانه. جلال شریعتیار خطا و کارت زرد دوم اگر جلال کارت زرد دوم بگیره اخراج خواهد شد این داور خیلی سخت گیر بوده و نمیدونم واقعا قرار هست و بله کارت زرد دوم و اخراج جلال شریعتیار در دقیقه 40 این بازی. و سنجر باید جلال آرام کنه. علی اصغر لعلی با داور چهارم صحبت میکنن و باز هم یک تیم داوری دیگر و باز هم افغانستان. شما ببینید واقعا کارت زرد داشت؟ بله داشت و بله یوسف کارگر هم از زمین اخراج شده. حارس آرن یک ضربه تو بگه حالا در درون دروازه جای گل و گل برای تیم ملی فوتبال افغانستان. آرش هادفی عشق میریزه و سنجر احمدی خیلی خوشحال است. حالا افغانستان یک تیم ملی فوتبال لاوس یک. لاوس آرام باش و حالا لاوس باید سکوت کنه. عجب دفاع خرابی عجب حرکتی کرد عجب ضربه ای زد مصطفی آزادزوی و چقدر زیبا در این لحظه حرکت کرد آرش هاتفی. از کجا و کجا رفت این آرش هاتفی؟ افک دفاعی است. افغانستان یک، آرش هاتفی یک، کشورمان یک،
لاوس یک و این داور صفر. باور کنید این داور صفر. خیلی این داور مشکل داره. امیدوار هستی بازیکنان ما بر اعصاب خود مسلط باشن، افغانستان بر اعصاب خود مسلط باشن. باز همین دروازه باز شدنی است. ما کاری کردیم، کارستان و داور همراه با تیم ملی فوتبال لاوس ما تو مبهود در برابر 10 مرد بزرگ تیم ملی فوتبال افغانستان. مثل اینکه لاوسی ها فراموش کردن که تیم ملی فوتبال افغانستان 10 نفر است. توپ از ماست، یک اشتباه، حالا من این الحق ندید، یک حرکت خوب، یک ضربه از یوسف مشرقی، یک ضربه از یوسف مشرقی، عجب ضربه بدی زد یوسف مشرقی. میتونست پیش از 90 دقیقه جشن خوشحالی رو در افغانستان برپا کنه یوسف. عجب بازیکن خوشفکریست این یوسف، عجب بازیکن خوشفکریست این منیرالحق ندیم. تو بازیکن بازیکن عبور داد و بیلیت خیلی بهتر از این همه دوست دوستا از پشت صحنه و ما گفتم یک دقیقه دیگر و پایان وقتای طرف شده باقی ما نما به نظر ما بیشتر از 4 دقیقه پشت سر گذاشتیم. علی جواد عطایی دل در دل نداره، علی اسکر لعلی تمام کادر فنی همراه با یوسف کارگری که از دندانه ها این بازی را تماشا میکنه. حالا یک اشتباه، آفرین اسلام، آفرین اسلام، خیلی با درد ما خورد اسلام در این بازی ها. حالا آرس آریان حبیب دور که منیر الحق ندیم توپ را اشتباه کرد منیر. حالا یک موقعیت دیگر و خطا، نه پایان بازی، نه خطا، باور کنید. حالا کارت زرد باید بگیره، هیچ مشکلی نیست، بده کارت زرد بده. دروازه‌بان لاوس هم رفت در اون حدی جریمه ما، دروازه‌بان لاوس هم رفت. بازیکنان ما این آخرین حمله است، دفاع کنید جانانه، دفاع کنید. 11 و 10 این نوجوان مردانه است، 11 و 10 و ما بردیم، و ما بردیم. بله، ما این پیروزی را خدمت خانواده شهدای افغانستان، جامعه ورزشی ملت پرغرور افغانستان، رئیس جمهور کشور، تمام فرزندان افغانستان و فرزندانی که در زمین فریاد پدران صلح را سر دادند، این پیروزی تقدیم به همه شما. موفق و معید باشید. این پیروزی خیلی چسبید، خیلی چسبید. این پیروزی را ما باز هم تبریک بگم و تمام خانواده شهدا و ملت پرغرور افغانستان، خیلی چسبید این پیروزی.